درود دوستان، هنگام هستم به آشپزخونه من. خوش اومدید. امروز میخوام کباب تابهی درست کنم، غذایی که از مورد علاقه های خودمه. یکی از دوستان هم تو کامنت ها آموزش کباب تابهی خواسته بودن و اینم کباب تابهی خوشمزمون تقدیم شما. خب بریم برای درست کردنش. 1 کیلو گوشت چرخ کرده، 2 تا پیاز متوسط رنده شده که کمی آبش رو گرفتم، نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه بهش اضافه میکنم، دو تا قاشق غذاخوری سرصاف سماق و 1 قاشق مرباخوری نمک. یه قاشق چای خوری زردچوبه، نصف قاشق چای خوری فلفل قرمز شیرین، نصف قاشق چای خوری هم فلفل قرمز تند. میتونید از فلفلای تند پرک شده هم استفاده کنید. همه ادویه‌ها رو اضافه کردم و حالا حسابی ورزش میدم. گوشت رو حسابی ورز بدید تا همه مواد به خورد هم بره. لطفاً تو ورز دادن مواد اصلاً کمکاری نکنید. یه جوری که کامل جا بیفته، موادتون رو جمع بشه. حسابی که ورز دادم، حالا توی ماهیتابه ای که اندازه 4 تا 5 تا قاشق غذاخوری روغن مایه کفش ریختم، گوشتم رو پخش میکنم. اینم بگم برای 1 کیلو گوشت چرخ کرده، ماهیتابه ای که استفاده کردم قطر 30 سانت و گودی 5 سانت داره. پس موادتون رو به اندازه ظرفی که میخواید استفاده کنید کم و زیاد کنید. طوری باشه ماهیتابه‌ای که انتخاب می‌کنید گوشتتون نازک پهن نشه توش، چون کباب‌تابه‌ای باید ضخامت داشته باشه تا کبابمون آبدار و خوشمزه باشه. بعدش هم این که اگه گوشتتون خیلی چرب بود و به دستتون میچسبید، یه مقدار آب دم دستتون باشه که موقع پهن کردن مواد داخل تابه دستتون رو مرطوب کنید که راحت کارتون رو انجام بدید. بعد از اینکه پخشش کردیم، قبل از اینکه بره روی اجاق، گوشتتون رو به شکلی که میخواید با 1 قاشق چوبی تقسیم کنید. حالا من یه حالت پیتزایی تقسیم میکنم، ولی دوست داشتید میتونید حالت کباب، یعنی حالت مستطیل تقسیم کنید، اون دیگه سلیقه خودتونه. بعدش هم بذارید رو حرارت ملایم روی اجاق، درش رو هم بذارید تا موقعی که مواد آب بندازه. تو همین حین هم روغن برنجم رو میدم. کبابمونم آب انداخته، حالا بهش کره اضافه میکنم اندازه 2 تا قاشق. البته بازم بگم که نسبت به چربی گوشتتون کره رو اضافه کنید. من گوشت کم چرب گرفته بودم، به خاطر همین این مقدار کره بهش اضافه میکنم، ولی اگه چربی گوشتم زیاد بود، قطعا خود گوشتتون روغن میندازه و نیاز نداره که بخواید خیلی بهش کره اضافه کنید.
بعد از اینکه آب کباب تبخیر شد، یه طرفش که سرخ شد، کباب رو برمیگردونیم تا طرف دیگه‌ش هم سرخ بشه. برای کنارش هم گوجه و فلفل دلمه‌ای سرخ میکنم. بعد از اینکه اون طرفش هم سرخ شد، کباب تابه‌مون حاضر و میره برای سرو. هرچی از مزه این کباب تابه‌ای بگم کمه. خیلی ترد و خوشمزه و آبدار. اون طعم سماقی که توشه واقعا حرف نداره. حتما درست کنید با این رسیپی و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. امروز هم خیلی ساده و شیک آشپزی کردیم. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که لذت برده باشید از ویدیو. مثل همیشه لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. ویدیوی بعد هم دیگه رو می‌بینیم.